بسم الله الرحمن الرحیم. بنده واقعا خجلم، برای اینکه نه اهل علمم، نه اهل سخنرانیم، نه اهل عرفانم، نه اهل از تمام رعیت ساده روستاییم. اینکه گفتن که از خیرین، حتی اینم خلاف. یه خیر جد بنده بوده، بنده یک مسئله پرورشگاهی بوده، جد بنده یک وقت اینجا ساخته. بندم گاهی این سعادت پیدا میکنم که هیچ کمکی بهش بکنم. نوه مرحوم صنعتی هستی؟ بله. عجب. مرحوم علی اکبر صنعتی، بله؟ حاج اکبر کرد که میگفت خدا یا کرم فرمودی، کرم فرمودی، خدا را شوش خرم نفرمودی. آفرین. بنده حاج آقا از بستر بیماری آمدم اینجا، حالم هم خیلی خوبه، علاج شدم، عمل شدم، حالم خوبه. برای من اسباب تعجب بود که اصلا چرا چند نفر از آقایون اصرار دارن که مزاحم اوقات شریف بشم. هر که عقل فکر کردم که علتش چیه، تنها چیزی که به عقلم رسیده این است که در یک کار مختصر کم اهمیت کشاورزی یک موفقیت نسبی پیدا کردم و این سعادت رو داشتم که یک منطقه رو که شاید مثلا 10-12 سال پیش از مناطق محروم حساب می شد، حالا نسبتا بشه گفت منطقه مرفعی شده، با یک دید خاصی که بنده از جدم یاد گرفتم به مسائل دارم. و کودکی به من یاد داد که سرمایه اصلی آدم مشکلاتش. اگر با این دید نگاه کنیم میبینیم که هممون و کشورمون و بیش از همه شخص جناب عالی از ثروتمندترین اشخاص دنیا است. منتها مشکلات باید با حوصله نگاه کرد، با کمی بصیرت نگاه کرد و شاید واجب باشه که مختصر صفای دل پیدا کرد تا فرشته الهام رغبت پیدا کنه و وارد دلتون بشه. به قول ما کرمونیا پندمون بده که چطور مشکلات رو میتوانیم بدل کنیم به تسهیلات. ۲۵ سال قبل دقیقا در همون ایامی که انقلاب در جریان بود، یکی از املاک پرورشگاه به علتی بنده مجبور شدم که ادارش کنم و مسئله این بود که اینجا چه باید کرد، چه عملی بکنم. آگاه بودم که یک انقلاب خیلی عظیمی در زمینه کشاورزی ایران در حال جریان بود. مناسبم از کشاورزی ایران 8,000-9,000 سال سابقه داره. این کشاورزی، کشاورزی معیشتی بوده. کار کشاورز عمدتاً این بود که خورد و خوراک خودش و خانواده‌اش رو تهیه کنه. اگر احیاناً یه چیز زیادی می‌برد، می‌فروخت، قندی چای تهیه می‌کرد. عوامل مختلف، حالا صحبتش نکنیم، سبب شده است که این کشاورزی تغییر ماهیت بده. اول از این که کشاورز جنسی تهیه کنه که فقط مخصوص خودش باشه، جنسی تهیه میکنه که تولید میکنه که اصلا نیاز بهش نداره، شخصا نیاز نداره، اما جنبه تجاری داره. کشاورزی معیشتی تبدیل شده به کشاورزی تجاری. در اینجا جمله معترضه به احتمال قریب به یقین خود حضرت عالی مطلع هستید، دولت متوجه هست،
به اینجا که میرسیم از واجبات، شاید در امرکی شاهده اوجب واجبات، داشتن الگوی کشت برای سرتاسر مملکت با در نظر گرفتن تغییراتی که مدام پیش میاد. اگر این مشکلاتی که در محل هست پیدا بشه که عرض کردم مختصر بصیرت میخواد، مختصر فوسیلی میخواد، مختصر شاید الهام، همه اینها نتیجه شد به این نتیجه بنده رسیدم که در این محل به مقیاس تجاری باید بو تهیه کرد. از کجا به این نتیجه رسیدم؟ از این مسئله ساده‌ای که از قدیم میگفتن هیچ کس از زیرکی زیره به کرمان برد، کرمان همه با زیره میشناختن، به زیره چیزی نیست جز بو، و در کرمان بهترین بوی دنیا به عمل میاد. و ما تا با حال لااقل در استان کرمان تا اونجایی که من اطلاع دارم به بو به عنوان یک کالای تجارتی نگاه نکرده بودیم. به عطر گل محمدی که ما اینجا تهیه میکنیم و روز به روز احتیاج دنیا بهش بیشتر و بیشتر میشه، وقتی که میفرستیم برای مشتری خارجی در ابتدا برمیگرده و ما میگه که ما رو دست انداختیم، این در طبیعت نمیشه، این از کجا آوردین، این حتما مصنوعیه، 6 ماه یک سال طول میکشه تا بالاخره قانع میشه که این در طبیعت پیش آمده. نتیجه این شده که باز با استفاده از مشکلاتی که فقط در کرمان هست، خشکی شدید هوا، این بلندی و ارتفاع